مردم عزیز سلام و درود بر شما خبرهای عجیب و غریب در پشت این اخبار و اطلاعات رسمی که جریان داره مواصلت میکنه. در چند مورد در برنامه مورد بحث قرار میتیم بر اساس یافته های جدید که پامیر مامون از بخش اطلاعات و خبر جمهوری پنجم با ما هست و سخن اول از چین شروع میکنیم که الا... گزارش شده که چین در نقشه جدیدی که نشر کرده جغرافیای اسرائیل از, از خریطه یا از نقشه حذف کرده پامیر اول از از امی خبر شروع بکنیم که چطور اتفاق افتاد یعنی ای تا چه اندازه قابل اطمینان است این خبری که آمده سلام با سلام به بینندگان عزیز و برای شما خب خبرای اخیری که وجود داره پیش از اینکه جنگ شروع بکنیم است که می آخرین خبر تقریبا یک ساعت پیش آمد که چین دو تا از, از, اپلیکیشن هایی که بسیار قابل استفاده است از جهانی که یکش بایدو است و دیگه علی بابا که یک, سایت خریداری شبیه آمازون است علی بابا اونا نقشه های دارن که مثل گوگل مپ نقشه دارن اونا در او نام اسرائیل چین رسما از او اپلیکیشن ها حذف کردن که بسیار اقدام جالب از طرف چین بود در حالی که چین با اسرائیل چندان خصومت نه چندان دوستی دارند نه چندان خصومت اما این رقم یک موزه گیری نشانگر عزیز که اینا چون رابطه نزدیک با امریکا دارند و جنگ جنگ جهانی است این اینا در مقابل اسرائیل گرفتن Uh, البته در قدیم گوگل مپس که مربوط امریکا میشه یک دوران فلسطین هم نامش از از نام از سر می نقشه پاس کرده بود سابقا که بسیار واکنش ها صورت گرفته و زمان او امریکایی کرده امریکایی ها کرده بودن حال ما میشه چینی کار کرده خب بر صورت چینی کار کرده و دیگه پوتین هم امروز یک استیتمنت داد گفت که ما بجاز از یک کشور مستقل دیگه با فلسطین دیگه هیچ چیز قابل قبول ما نیست و نتیجه جنگ باید باید نتیجه این بحرانی که باوجود آمده می باشه که, که کلگی از یاد بگیره و فقط یک کشور مستقل فلسطینی هم باید تاسیس شود دیگه در غیر از جنگ دوام پیدا میکنه خب دو موضوع دا... جدید در طرف چین و روسیه بود امی دا... سر خبر از چین که آمده این اپلیکیشن ها در کجا قابل دسترس است و ای که نقشه اسرائیل ها. از او اپلیکیشن حذف کرده چین تا چند چی روزه یک اقدام رسمی است و تا چند روزه جدی میتونه گرفته شود خب علی بابا و امی بایدو که هست البته یک ویب سایت های هستن ویب سایت هستن، اپلیکیشن هم هستن دارن اینا قابل دسترس هست جهانی در مثل که شما گوگل مپ آواز میکنین اینا قابل دسترس هستن مثل که امازون آواز میکنین همون رقم بایدو و علی بابا رو میتونین باز بکنین در گوشه گوشه جهان البته خوبی کمپانی ها مثل آمازون واره هستن یک مرکز خریداری جهانی است از اونجا هر چیزایی که شما میخواین بخرین اونجا سرچ میکنین پیدا میکنین میخرین و شما شپ میکنین یا که اونا برتون کوریر میکنه بر گوشه جهان که باشین به با آدرستان میرسانه این تو یک سرویس و ای اسرائیل ها که نامش از از نقشه پاس میکنن به این هست که اینا چیز به نام اسرائیل البته یعنی رسما دیگه ما در حساب سرویسایی که اسرائیل برای اسرائیل سرویس به نام اسرائیل دیگر معادرس های اسرائیل قابل قبول ما نیست بایدو علی بابا البته خب گرچه کمپانیای شخصی شمارده میشه شم اما در چین کسی کمپانی ها زاد بابسته به با خود میسته نه در چین چیز به نام شخصی وجود بله، همشه هم دا دا دا... امریکا نداره بله وجود هم میشه میتونه است و هم نداره خب تا این اندازه در چین زاد باش از آه, آه خب به چین سیاست رسمی اما کمپانی بسیار مشهور هستن سیاست رسمی چین در مورد جنگ 25 روزه اسرائیل و فلسطین چی هست دقیقا چی بروز کرد؟ در داخلی نشست ملل متحد که همو یک و چند البته نو یک صد و چلو پنج کشور که همو گفته بودن که باید آتش بس با صورت بگیره در جمع از او چین هم بودن که اسرائیل لکم ناراض شد چین گفت که خب ما در یک موقعی قرار داریم که سوال حیاتش به خطر افتاده شما ما را کاری که میکنین این چیز غیر قابل قبول است غیر منصفانه است باز رفت سونه چین یک کرد گفت که اگر جهادی ها بند بیجنگ کرده فلانی جا انفجار بتن آنقا مردم شما را خطاب کرده برند سر شانه ببرن شما چطور واکنش نشان میتنین که نماینده چین بیسا برایاتی برش گفت که کاریک شما در حق فلسطینی ها قدر سالا کردین و دور ازی گفتن نمیشه که عمل کرد که امروز حماس مقابل شما داره منصفانه نباشه شما راه را بند کردین تو کشوری که از اول شما سال 1948 باید کشور فلسطین و اسرائیل جدا میشد شد شما نقص کردین که چیز زمین های مردم را گرفتین خانه مردم را گرفتین مردم را کشتین مردم ها را در زندان انداختین حالا آمدی میگی که عمله ایک سرما شده شما ای چیز از ما آتش بس می خواهید نوار محکوم نمی کنید چین برش بسا براتی گفت که گناه از خود شما شما ایک و چین اصلا شما گفته همین تارگیت ناق سر ما هست شما ناق ما را هدف گرفتین که جنگ لفظی در ما باید شما رو محکوم بکنیم بخاطر شما مردم را کشتن هستیم و ما محکوم کنیم حماس هم در بدلش اما شما گفته قدری چیز هستین که میخواین که ما تنها حماس محکوم کنیم و شما رو بالای سر بشانیم که امکان نداره چینی ها البته سیده سیده جواب داده او سخنان مثلا سیاست روسیه تحت رهبری پوتین یعنی مناسب ترین مدل برای میزان کردن سیاست چین تواند شود در چون اینا متحد هم دیگه پوتین قاطعانه از تشکیل دو دولت مستقل فلسطین و اسرائیل سخن گفته و این چیزی است که مخ... فعلا مخالف سیاست اسرائیل است و در این حال سف... سفیر روسیه را در تلبیف و وزارت خارجه اسرائیل احضار کردند و رسما به روسیه گفته شد که شما از تروریست ها پشتیبانی میکنید بله خب پوتین در بدل از جواب از اینا را داد پوتین گفت که شما از زمانی که جنگ اسرائیل و فلسطین 1948 به باز شروع شده هیچ قانونی را شما از او پیروی نکردین تمام قوانین نقض شده قوانین بین المللی قوانین انسانی قوانین هر چی که شما برش باور دارید وقتی که شما میگید شما از تروریست ها حمایت میکنین خب کسایی که گفته بم میندازم مردم میکشه خوبم تروریست است از نظر قوانین قا... بین المللی پس پوتین به سوسه گفت که فقط راه یک راه حل وجود داره اگه اسرائیل میخواد که دیگه آرامی باشه و میخواد جنگ ختم شه باید آتش بس, بس بکنه و همون همو تئوری دو کشور را قبول بکنه و اسرائیل را البته قبول نمیکنه بخاطر اسرائیل 75 سال جنگ کرده قدر زمینه دوزی قدر گرفته حالا کارا بکنه به این معنی است که سالایی که جنگ کرده کورش مفت میشه پس حماس حماس و گروه امو... جهادی فلسطین باز اوزش کلان میشه اوزش کلان میشه باز okay. دیگه هم تضمینی وجود نداره که اگه اسرائیل بگه که خب ما دو کشور هم قبول بکنیم بین ما قبول میکنیم پس به با نقشه 1948 برمیگردیم تضمینی وجود نداره که وقتی که اون نقشه رو برای زیاد دادن یا باز سر, بالا بکنن بگن نه ما اسرائیل هم که گرفتام اون رو هم پس بده این تو امکان داره خب ام یک موضوع همین کار میشه اما یک مسئله کاملا تثبیت شده است که ارگا بحث تشکیل دو دولت با میان میایه استرداد زمین های غصب شده به نام شهرک یهودی نشین در دستور فوری کار می باشه و این چیزی است که اسرائیل آرام آرام محدود میکنه و سرانجام در, در یک گوشه مثلا منظوی و دفن میشه یعنی هیچ وقت اسرائیل قبول نمیکنه و آله فقط برای آخرین جنگ باید آزمایش امکان خدا بده که چی میشه اما یک چیز دیگه است که دیگه ما میبینیم که دیگه اسرائیل اسرائیل گذشته نیست فلسطین فلسطین گذشته نیست که همگی فراموشش بکنه و فقط وظیفش زخمی بردن و مردکشی باشه که او میزنه این مردای خدا میبره در خاموشی و یا در نهایت یک چیزای لفظی خشم خشونت دست خدا طرف آسمان میکرد و دیگه هیچ کس به دادشان نمیرسید دیگه او فلسطین نیست ای یک ای با کنار دیگه که در از 25 روز به طرف استخوانبندی امنیتی اسرائیل شکسته یعنی برد. ما اگر بررسی جنگ از آغاز بکنیم یعنی توضیح واضح قضیه چی کنه میتونه باشه خب اسرائیل در روزای اول کس وقتی که همین عملات حماس صورت گرفت در اینا مردم از یارا اسیر کردن و بردن در خاکشان در آمدن و بسیار یارا بیزد کردن اسرائیل از او غرور آبروی امنیتی و استخباراتی و اطلاعاتی که اینا تاریخی داشتن بخی او ختم کرد حماس کدی کار خود اینا بسیار احساساتی عمل کردن و زود از گفتن ما زمینی میکنیم عمل زمینی میکنیم وقتی که گپ زده بودن نگه از گپ یا برگشتن هم میتونستن چون حرف زده بودن و با حرف خود باید این عمل بکنن با وجود که امریکا مخالف از کار است تا همین روز هم امریکا که از مخالف همی عملی زمینی اسرائیل به حماس است به،, به غزه است چرا اونا میفهمن از نگاه استراتیجی که یک عمل بسار ناکام خود بود بخطر که یک سنگر محکم ها نفر زیر زمین و سر زمین زندگی میکنه البته سرباز های چیز بود دیگه بیش از یک, یک میلیون دو میلیون نفر دیگه در خود غزه است وقتی که اینا وارد وارد غزه میشن با تانک و تیاره با استایل کلاسیک میدراه خوب بیسا ما کارا نمیشه دو زمان حالا خوب دو زمان تانک در مقابل تانک میجنگید حالا یک نفر یک راکت زده تانک سرشانه میکشه می یک تانک میلیون دلار قیمت داره رکت کرد چند, هزار دلار راکت از بین میبره حالا خیلی قدر ساده شده جنگ جنگ آدم با, با ماشین چون هر چیز حالا سیارش دور شده اینا البته در روز اخیر که سه بار ایا عمله کردن البته سه بار هم عمله کردن ولی امروز امشب اینا از سه منطقه باز عمله کرده بودن که البته ویدیو هایی را هم خود چند نشر کردن که این ما تانک های هدف هم ما زدیم البته ادعایشان زاد بودن و تصاویر و ویدیو اسناد بسا کم است وقتی خود چند انترنت بند کردن برقی هم وجود نداره در غذا و اطلاع رسانی بسا کن شده از, از جنگ اما وقتی که رفتن و جزدن و در یک سرک برامده بودن که بنام سرک سلاودین میگن ما در جنوب مرکز شهر است در غزه مادر اصلی است که غزه غزه شمالی رو با جنوبی وصل میکنه بله البته هم از از رای سرحد از از اسرائیل وقتی که وارد میشیم سرحد نزدیک سرحد است وقتی که مدرا یموز مدرا یی کوم کوم کلان نیست و میتونن دست اورد کلان وقتی بگن که در بین سر... شهر غزه دارن در دا بلدینگ دا دولتی بیرق اسرائیل بالا کنن باز بگن که ما گرفتیم فزره اینا در اومدن گفتن اینقدر ما تروریست کشتیم 8 تا ایجا کشتیم و 20 تا اوجا کشتیم و نام گرفته یک چند تا وقتی که بر اومدن خب چون ادای اسرائیل بود و بدون سند بود کدام 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 کسی تعویل نگرفت نه ها کسی تعویل نگرفت در نه هیچ کسی تعویل نگرفت در, تاویل نگرفت. در رس... رس... رسنان رسنان مشکوک است اول اطلاع رسانی رسمی اسرائیل رسانات زیاد علاقه نمیگیره برش نه او خود مردم خودش حال باور نداره خب یه گپ که اینا زدن باز ابو باز یک کشید گفت که دروغ نگوین اول خود تو گفت گفت دروغ نگوین سه در سه منطقه شما حمله کردین شما راست بگوین که ما شما را پایتان به مناطق کشیدیم که دوجه کمین برابر شدین شما تانکایتان از بین در نفراتون زخمی و کشته شده شما گریختین گفت اینی را اطلاع بدین او البته رقمی گفت چون اگر ابو گپ دیگه هم گفت که اگر امکان داره شما جایی را گرفته شماقدر شما قدر شکست خورده که یک جای کمی هم شما بگیرین زود که ده خود کشیدین شما معلوم میشه که جای, جای نگرفتین و البته گپشان راست است بسیار از 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 رسانه‌های خود دا داخلی اسرائیل هم می خبر گرفتن موفقیت نظامی اسرائیل آدمی چند روز رد کردن گفتن هیچ یا نداشتن میرن زخمی پاس داده اورا بار میکنن پاس میرن پت که میشه پت میکنن که یعنی زخمی ما را کس نبینه بعد نتانیاهو و رئیس ارتش میخواد روزانه دروغ دروغ آمار میته که ما قدر تروریست کشتیم تو تروریست دکو کجا کشتی؟ دکو تونال تو دارم دیو تروریست کشتی تو خم خب مردای تانک که دغدغه مونده او خواهد خب ویدیو هم داره خب اینجا چی میکنن به نظر شما ای سه مرحله خب پوره شد اینا تلاش برای رخنه گفت نامش همونده بودن این رهنه نشد این سر روحی جامعه اسرائیل و خود ارتش تاثیر نمیکنه تاثیر میکنه خب رخنه چرا نام از ایران ماندن اول اینا گفتن ما بخی یک عمله تهاجم زمینی نامش بود که بخی به غذا رو میگیریم وقتی که کار کردن امریکایی ها میگه یار مشوره دادن که تهاجم زمینی نکنین کلان یعنی در سطح کلان بخاطر که شما نمیفهمین و ما ماده سن و, و شما شکست میتن بالا میره شما بسا به آبرو میشین اسرائیل گفته با نتانیاهو گپ هم و مشاوره امریکایی را گرفت باز گفت که خونه ما یک رخ نداریم که حملات خرد شروع کردیم فعلا این طوری گپ هم میدو دمو تلفات داد و پس پیش میرید معلوم نیست که هدفشون چیز از کارا پس پیش میره باز که شکست میخوره یک چند تا بمب بم میگیره و شفاخانه ها میپارته شفاخانه نه تیل داره نه برق داره دیگه کسی حالت علاج ب... هم نمیشه هم چپا میکنه و هیچ خبری از از ببخشید هیچ خبری هم از تونل های حماس یا ها ندارن که در کجا از کجا بزنن دست کدام را دارن از کجا یا میبرن از کجا خود از یا باید دارن هیچ خبر ندارن خلاصه آخرین کاری که البته کردن در جنوب لبنان هم یک یک گدام از از اسلحه های اسبلا بود و بمباران کردن یک ویدیو را منداختن که نمو رزدیم آتش از آسمان برآمد در بدل از اون یک ویدیو را انداخت که مورهبشان حسن نصر الله نشان میتکسن نشد اسم میمونه و خلاص که البته کسایی که از ازبالایی هست از اونا این قسم تعبیر کردن که یعنی این حال فرمانه حمله را دیگه میتن حسن نصر الله چون تمام خط قرمز گفته خود از اون از خط قرمز گذاشتن هم رئیسی گفتن هم حسن نصر هم از را گفتن این که جنگ چون داست... ازبالا متوازن است با جنگ زمینی ارتش اسرائیل در غذا یعنی ارتش اسرائیل در زمین غزه اینا وارد نشدن بنان حمله متقابل الله که جنگ تقسیم بکنه به صلاح جبه دوگانه بسازه هنوز ای هم منتظر امی جنگ زمینی هست یعنی به این ترتیب ما که گپای ناتانیاهو را در مجلس کابینه دیروز خواندم ترجمه شد یادم ایتو از هر در سخن میگه دقیقا مثلی که در مجلس کابینه اوکراین زلینسکی مو سخنان میگفت یکی از در میگه یکی از دیوار میگه در طرف چنگ میپرد سخنش یکی است دنیا را اختار میگه اگر شما از ما دفاع نکنین جهان آزاد نابود میشه حالا گپش به اینجا کشیده این نشانگر از نظر روانی نشانگر یعنی مقدمی چه یک وضعیتی است و بگه جهان و آزاد به این خطر به خطر میفته خب من میدم جهان آزاد از یا کجا جهان آزاد از یا یا فلسطینیا رو بکشن اسرائیل جا به جای بکنه باز آزاد باشن خودشان خب جهان آزاد از یا همی است ما جهان آزاد امریکا از از ندیم که کدام جای رفت باشه دموکراسی واقعا اونجا خب سعی کش شده باشه خب به هر صورت نتانیاهو حرفای کال میزنه و حرفای زلنسکی و دانیلوفی و بودانوفی شده و حالا بند کردن یا شروع کردیم دیگه حرفای هم که میزن حرف شیش رب نداره به کاری که میکنن البته گپای بسا کتا کتا میزن در عمالشان ایچ هست خب اینکه عمله زمینی میک در خزر پای خدا داخل کردن یا در آمدن که حزبالا واکنششان به تایانت تافیدن البته به اندازه اینا وارد نشدن که حزبالا در وارد جنگ شد اینا میدراین پاس میبراین وزیاد چون ایک قسمت بختر که میگدم روزای اول هم که در د کمین برابر شدن حماس آماده بود تدابیر خود گرفته بود لام داشتن که معامله میکنن میگه یارو کمین برابر کرده بود تانکایشان وایران کرده بود یا باز مجبور شده بودن که عقب نشینی بکنن در روز اول در روز دوم هم همچنین در روز سوم که البته دین روز بود میگه باز در آمدن از سه استقامت باز از سه استقامت یا زده شدن و یا عقب نشینی کردن و فعلا آمار و تلفات خدا پد کرده اسرائیل البته نمیخواد که روی ارتش خدا خراب بکنه بعد از قدر تعویق اندازی هایی که اینا کردن گفتن 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 پشت پش پشت دویق افتاد در ارتش اسرائیلش خبر نداره که گب در کجاست چرا یا آخه تویق می با فکر میکنم کنم که ها هماس که هست همی قدرت خدا در کمین و گپا آیست آیست ثابت که روان است و از من فکر میکنم که ضرورت نمیشه که الله سر اسرائیل عمله بکنه و الله بلا وقت سر اسرائیل عمله میکنه که تصمیم بگرفته باشه که جنگ باید منطقه ایشه و از عراق سوریا گرفته تا لبنان و اسرائیل و یمن بیخی گسترده شود بدون از او ازبلا فقط هم موجودیتش در شمال اسرائیل و در جنوب لبنان در سرحدات کافی است که نیمه از ارتش اسرائیل از, از غذا به دور نگاه بکنه چون اعتبار ندارن نیمه اسرائیل مجبور است که نیمه ارتش در در موجه مستقر نگاه بکنه صورت از ای که اگر هزبالا کدام عمله انجام بده بدون از اون از هزبالا کدام عمله ضرورت انجام بده فعلا حماس معلوم میشه که امی تدابیرش بسیار سخت گرفته شده عمله یک صورت گرفت بسیار عمله پلان شده بود سنگر ایت اینا ساختن ایت سنگر بسیار محکم است از تونل های از اینا خو البته هیچ کس خبر نداره که تو های زیاد بچه شکل است چی رقم جور شده از کجا تا کجا رفته هم خبر دارن که 500 کیلومتر است هم کس خبر نداره که تا بین چی است هم خبر دارن که نفر است و موتر است و موتر است و سلا هست. ام دار خبر دارن خب اسرائیل کس در جنگ خود گفتم روزای اول وقتی که جنگ شروع شد اینا بسیار گپ کلان زایفت ما وارد میشیم می حمله میکنیم حالا خود گپ خود بند مونده اگر گپ خود عمل نبکنه با مردم میگه که اینجا آمد دو ساد نفر ما رو یا گریختاندن بردن یک آلم نفر رو کشتنی یک تا دیوال دفاعی رو شکستاندن رو میتونه آلا آمد آمده بس میکنه اگر اسرائیل آتش بس هم بکنه ایک سال بعد وقتی در ایجا رسیده نیتانیو اگر آتش بس بکنه سر نیتانیو کودتا هم میشه می ارتش می رو بندی میکنه ایدام میکنه بعد از ایک قدر بیابروی که ارتش اسرائیل کشیده نفران شده سرواز اسرائیلی را از سرسرک ورداشتن بردن در وجود در ایچیز نگاه کرده زندانی یه تو یک دیابرو بیه برای افتاده که اینجا غذا را گرفتن نمیتونه هم امکان داره که با مرگ نیتانی ها به بالاخره بلاخره خب یک بسار یک موضوع تاریخی است و بسار مهم است با کل حیات اسرائیل و ناتانیا او خرفت حیات سیاسی از کار تمام اما حیات این وصلا ویجودی اسرائیل مدره است اینا شعارشان وزیر دفاع خود ازی و تمام رهبران سیاسی قبلیشان بر محو و سفرسازی حماس اینا اجماع دارن اما پسان پسان متوجه شدن که حماس سفرسازیش رو به یک طرف که اصلا شکستن ازی فعلا یک چالش است که ممکن است تلفات سرسامواری را سبب شود که اسرائیل درگیری یک بحران سیاسی داخلی بکند که حال ممو بحران سیاسی هست این ناتانیور نظامیا ها کلگی مخالفش هست آیا اینجا یعنی اول باید در غزه در جنگ در جبهه تغییرات رونما شود یا در داخل حکومت اسرائیل یک تغییرات سیاسی بیاید که یادم بره یا به شکل ایره حذف بکنن با شکل استراری چرا اینا دولت استراری تشکیل دادن دولت استراری به این معنی نیست که یک کسی که در سیاست خود شکست خورده او در راز باشه استراری نیست که میتونه که در شرایط خاص تصمیمات استراری بگیره خب جنگ قسمی که شروع شده بین حماس و اسرائیل راست از اینجا هر کسی که باشه از نگاه نظامی حماس شکست دادن حالا اما قدر دشوار است چون ارتش اسرائیل ارتش اسرائیل است یعنی نتانیاهو باشه هر کسی که باش اون او نمیتونه که از ارتش که داره از که زیادتر قویش بسازه یا بندازی قوی بسازه که به حماس از بین میبره ارتش ارتش است اگر نتانیاهو تغییر بکنه البته نتانیاهو میلم در نیست نتانیاهو یک رهبر از ارتش کار خودم میکنه ارتش ادایت خود از امریکا میگیره مشکلی است که نتانیاهو خواستگاه سیاسی بسیار گپای کارتا که تزد خدا می دام انداخت تا که آمریکایی ها من گوشمالی دادند حتی رئیس جمهور آمد برش گفت کی رقم گپا نزن گپا کتا کتا می زنی ما زمین زمینی میکنیم کنیم تو میکنیم رفتی از 9000 نفر کشتی که اگر یک دفعه کدام دست آور نه داشته باشی گپا کتا یک زدی پیش ارتش با یک میشی شکست می خوری همین زبان خودش آدم شکست می وقتی که تو یک چیز ادعا می کنی و به اون نمی خود از یک شکست است و در تاریخ ثبت میشه که اسرائیل یک زمان گفت ما سر غزه عمل می کنیم بین قاق جای تو گرفتن ندونستی عقب نشینی کردی اگر ما فرض بکنیم که حکومت نتانیاهو سقوط هم بکنه ای جنگ یک حکومت دیگه هم مشکلی است که ادامه زی ای جنگ به نفع اسرائیل نیست واش ادامه جنگ به نفع اسرائیل خو نیست اما ختم جنگ هم به اسرائیل نیست از هر دوش نگاه شکست است اما از نگاه نظامی هم از نگاه دیپلماتیک و سیاسی در عرصه جهانی شکست است اگر یه آتش قبول بکنه بگه خب ما آتش بس قبول دارم دیگه دا باز بگه باز هم گپ شوه بگه که اینقدر ما سما کشت و منقدر زندانی گرفت اینقدر ما زندانی ها را میلان نکرد من برنده هستم اسرائیل میتونه بگه اما کلا اگه میفهمه که تو برنده نیستی وقت را ادعایت کلان بوده چیز آسلت نشد از ترس از و آتش باز کردی یعنی ایده خوب باز ایده چی میشه از نگاه از نگاه رپیتیشن از نگاه امون نام و امو امون عزت تاریخی و بین بین مللیک دار اسرائیل دیگه باز خراب میشه با پیش خود رویش پایان با می باز دیگه ارتش به اون رویه که سابقا می دیگه باز نمی جنگه در آینده همه سازی که قویتر میشه باز بوده فکر دیگه عمله کرد باز دیگه چه ارتش به جنگ هم نخواد رفت به این رقم شده از نگاه نظامی برنده شدن در غزه خب به این که چقدر اینا شده تا عمل نشان می تن رب ای داره اگر می خواهی در مقابل همه برنده شد اینا باید تمام قوانین بندره نقص بکنن چیزی که سلاحی کشنده دارن چیزی که سلاحی که گاز است و کیمیاوی است و راکت است و بم و بارود چیزی که داره چیزای غیر قانونی اینی میره بخیر از بعد یک جایی که حق غزن نامش است پرده تا که مردم خوب به ها نفر بکشه و حماس هم کتش در بین از اون مردم کشته شده دانا یا تونل را از بین ببرن بخی شدت عمله که به حساب جنگ بخی به قانون کار کار وقتی که ای کار اجازه نداره بدون از این کار دیگه اون نمیتونه حماس شکن کنه حماس به زدنک های تانک و تیاره را نمیشه و این مرور زمان آخر حماس جای خود کتم میکنه حال اگر اسرائیل چی بخور از نگاه نظامی از نگاه سیاسی حماس جایش کتم میشه امروز در غزه از فردا در کرانه باختری پیدا میشه دیگه تا سبا در دا دا داخل خود خاک اسرائیل پیدا میشه آیسه آیسه گپش کلان میشه باز اسرائیل باز با مرور زمان خورتر شده میره و گپش به حیاتش میکشه باز او وقت جنگ میشه همین جنگی که ما گفتم که میلیون ها نفر کشته شده باز وقت باید بکنه این جنگ اما هماس شکست دادن به ده دهی ده 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 یک وضعیت فعلا ناممکن است حالا خود گرچه جنگ بین هماس اسرائیل است اما تدارکات نظامی که از امریکای ها و ناتو ایرانیا و روسا در منطقه قدر شدت یافت شده که هم یک که اینا میکنن شبیه به یک جنگ نیابتی نمیمونه والا این جنگ یک از جایی رابطه با جنگ حماس اسرائیل نداره یک مالات از جواب کار است و گمان میره که اینجا شاید جنگ های دیگه در بگیرد در خاورمیانه بس در امریکا خب تحرکات وجود داره چون اینا یک چند ماه پیش خبرای نشه شد که یکی از زندانای است در سوریه سوریه و عراق البته زیر حاکمیت منطقه زیر حاکمیت گروهی است که میگن تحت نفوذ امریکا است و خبرای پخش شد که اونم 60 چیز دایشی از کلش شه آزاد میکنن دوباره فعال میکنن و ای با ای چیز با فرمان می عربا و امریکایا که من فکر میکنم که اینی باعث شد که روسیه و ایران تصمیم میگیره که نه پیش از اینکه دوباره یک دایشه دایجا دا سر شبلان بکنن و بک سیستم دیگه مدل دیگه رو پیش بکنن که باز ما بس بخیزیم چهار سال دیگه که از یاب جنگ بهتر از که امریکا را و اسرائیل در این منطقه از امیال بامگروه نیابتی که خود ما دست بالا داریم زیر فشار قرار بتیم و اینا رو مجبور به یا به محدود کردن عملیات بکنیم یا ترک منطقه بکنیم یا به از نگاه از نگاه دیپلماتیک در منطقه اینا رو ضعیف بکنیم که متحده های زیار ترک بکنن تا که اینا بساز دیف شد موقعیت ای اشاره که مربوط به دایش شد زندان ها قبلا 800 نفر دایشی را در سوریه از زندان رها کرده بودند و این جنگ بس بعد از او ای یک زدن حماس آمد که اسرائیل در هم پیچید نظام امنیتی شد و به می رابطه خبرهای نو از شدت گرفتن کار قشونکشی یا یعنی لشکرکشی در قندهار خبرهای می رسد که لشکر چل نفری که چند پیش درست شده بود او با پای اکمال رسیده یک فرماندهی نوام به او مقرر کردن همزمان ما گزارش داشتیم که در امی قندار یک از رهبرای دایش به نام ابو حفظ رسیده به قندار و همزمان از سیف العدل رهبر القایده نام برده شده یعنی دهی چیزایی که ما در سرش بحث میکنیم این ارتباط میداشته باشه به با جریانات قندار بلکل میتونه داشته باشه تمام حوزه خاور میانه و افغانستان در یک حوزه جنگی است البته کلش در محور ایران و, و روسیه است ما خبر داریم که اینا تا وقتی که اینجا آورده بودن اینا امریکایا پیش بینی کرده بودن که یک جنگ بسیار گسترده در میگرده جهان و از مخاطر موقعیت خود در افغانستان به خطر انداختن از پر برآمدن طالب آوردن جای خود جانشین خود ساختن اگر اونا مطمئن نمی بودن که جنگ بسیار به یک نقطه می کشه که اینا ضرورت میشه که افغانستان و یک نق... مرکز جنگ بزد ایران و روسیه تبدیل بکنن اینا موقع افغانستان هیچ وقت ترک نمی کردن دیدیم که افغانستان ترک کردن جنگ اوکراین در گرفت جنگ اوکراین یک نیم سال تیر شده حالا جنگ اسرائیل در گرفت جنگ افریقا در چهار طرف در گرفته افغانستان نقطه آخر است البته نقطه آخر در محور روسیه و ایران است اما نقطه بسیار خطرناک و فشار فشار بسیار قدیمی و دا چون دوجه طالب است و دوجه دا دایش هم آلا آوردن دیگه آلا القایده گروه خودتان گفتین در قندار و یک ای چیز جور کردن یک سپای بخی نو جور کردن یک یاد ما باشه گفتن ما یک اردو یک لک نفری می سازیم. اردو یک لک نفری نمی که آوردن از چهار طرف از بوک و نفر جمع کردن از خواهر میانه نفر جمع کردن یار کلشان اوجه می برن. مستقر می کنن تا که یار بلاخره در آینده و مقابل ایرانی ها و روس ها در فعالیت پرتن در افغانستان جبه افغانستان بسیار دیر از خاموش بود البته جبه افغانستان وقتی که ما صحبت میکنم جبه امریکا بزد روسیه و ایران هم میگم نمیگم جبه طالبا کد دیگر هم میجنگه او جبه تا فعلا معلوم نیست که هدفش چیست و چرا تحسیس شده یا تحسیس شده یا نشده معلوم نیست بر صورت وقتی که این جنگ شروع شده ایران فکر میکنم که همین همی بدترین ضربه رو شاید ایران بخور از این نگاه چون افغانستان یک مرکز بسیار اساس است ایتون نیست که ایران دیجا نیابتی وجود نداشته باشه که ایران دیجا پرتاب نکنه ایران البته نیابتی داره که در دا خاور میانه زیاد فعالیت داشتن اما در دا کمتر بوده اما افغانستان یک منطقه است که از خود نیابت داره نیروی نیابتی داره نیروی نیابتی از مردم خودش است چهل سال از مردم در جنگ است و از چهل سال انگیزه و افکار و اهداف و اختلافات به شکل بر بار شکل از هزار شکل میشه که یک گروه نیابتی ساخت به خاطر اهداف مقصد به جنگ و نفع کشور به جنگن. حالا خب یک لگ نفر که اینا جمع کردن و القایده رو آوردن رهبر القایده رو رهبر دایش اوج جا به جای کردن آوردن تا که بر از وقت تا تعیین بکنن تا اونا مستقر شون البته مستقر بیز ده شمال میشن و ده غرب میشن ده ونسون چون که مستقر از پیش اقانیا اینا اونجا میرن دیگه اهداف از اینا ما اهداف است که باید روسیه و ایران به فشار پرتن به خاطر که امریکا در زیر فشار است در اوکراین میانه باید امریکا جبهه که در مقابل از اینا داره باز بکنه تا که معلوم شود که فشار زیادتر داره که بازی ها تعامل صورت بگیره که جبهات خاموش شود یا در جنگ یک طرف برنده شود و من فکر میکنم افغانستان در می, می می تحرکات زیاد شده امسال یا بسال یک, یک... یک گیم بیخی تازه در شروع میشه که جنگ حیاتی ایران و روسیه هم خواهد بود البته ای فعلا خب بستر بستر به بستر عرب و فلسطین است عرب و اسرائیل است و در اونجا خود در قندهار رو البته اشاره بکنیم که بعض گزارشاتی هم هست که خود ایرانی ها در خشونسازی چلزار نفری قنده ها یک دست و دخالت دارن که بسیار پیچیده است این موضوع و فهمیده نمیشه که چی اما شخصی بنامه الله فرامینش میاد او قبلا از جنگ با از با یک جنگ خارجی هشدار داده بود ما یک بار دو بار هشدار داد باز پس خاموش شد بله خب این گزارش های بود اصل قضیه ترس که حال خاور میانه با وجود آمده خاصتا در اسرائیل ترس از حیولا شدن حماس است اگر حماس در این نقطه این نخوش کرد اسرائیلی ها بسیار ترس خوردن مثلا من خوبترین آدم هایش های وقتی که میشنوم لحنشان شکل تحلیل های خبریشان تغییر کرده و آل یک رقم از روی یک حراس از آینده صحبت میکنن مثلا یکش میگه که ما تنها از ملل متحد تا روسیه و این قدرت علای ما صحبت میکنن در حالی که میگه سر ما بسیار ظلم شده ما چطور چه کار شد تروریزم تروریتور اما هرگز ذهنشان دماغشان مگر اما دماغ قدیم است هیچ یاد نمیکنه که اینها چگونه و چرا 8500 نفر بیگانه غیر نظامی را در ظرف 24 روز کشتن این مسئله مسئله بسیار جدی است و بنبستی هم که در ای جنگ آمده بیشترش برمیگرده به همی یک خطری که اینا مرتب غیر نظامیان قتل آم میکنن و اصلا میگه که خوب کردیم اینطور و هیچ کدام نه پشیمانی داره نه کدام از کسی عذر میخواین یعنی بنابراین ما جنگ فعلا در نمی لحظه که ما شما صحبت میکنیم در بنبست است این بنبست بیشتر برای کدام طرف تو مرگبار است خب اسرائیلی که میخیزم میره در جامعه جانی میگه خدا تنها احساس میکنم که کلایی وزن ما صحبت میکنه باز یک دوره مثل جنگ جانی دوم بس سر ما آمده اینطوری صحبت ها میکنه معلوم نیست که چیزی هم 8500 یا 9000 نفر یک در فلسطین کشت حق خود میدانه وقتی میگی چرا حق از میگه که خب ما 8, 8 سال پیش ما را قتلام کرده بودن حالا ما میکنیم بخطر که اگر نکنیم ما را باز میکنیم ای گپای قربانی سازی خود خودشان در حالی که قدر یا کشتاری که اینا انجام دادن ده قدر افتاد و سال قدر کشتار اگر در مقابل کسایی که اینا را در جنگ جانی دوم کشته بود اما انجام میداد شاید منصفانه می بود در مقابل عرب بیچاره که نه نان بخوردن داره نه بخوردن داره در کمپا میشینه تو امور هم بمباران میکنی او خود خب در مقابل تو چیز نکرده بود خب هر صورت خب اسرائیلی که از این جنگ کی زاد نفع بره یا کی زاد نقص میکنه حماس خود خب در هر صورتش نفع اگر شکست هم بخوره شکست البته ما احتمال شکست میگیم شکست حماس ایست که بخی اسرائیل به واقعا بخی برنده شوه ایره بزنه و نابود بکنه که غیر قابل قابل پیش بینی نیست یه چیز امکان نداره در حالت فعلی اما اگر در حماس بخی تلفات زیاد هم بده اما مقبتان که اسرائیل از از گرفتن غزه و و با به عقب نشینی با آتش بس مجبور بکنن یا یک پیروزی است این جنگ در هر حالتش امین نتیجهش به اسرائیل است چرا اسرائیل گپای کلان زده پس که گفتم اول یک تاریخچه داره که بسیار کارای کلان کرده وقتی که یک جنگ یک جنگ در گرفته فقط ارتش برده و جنگ کرده و پیرو شده و پاس برامده غیر نظامی را قتل عام کرده اومده کسی چیز نکرده کسی هیچ کسی هم پرسونش نکرده حال او رقم نیست حال پیش از یک جنگ شروع بکلا سر از دنیا خیست رف 9000 نفر کش زمین 9000 نفر هم کش, کش دنیا سرش خیست در بین خودشان اختلافات به وجود آمد از به خاطر امی, امی. عملیات نظامی که اینا پلان کردن اینا از اقدر ای اختلافات از روی ترس هست نه از روی ازی که چیز هست که, که ما میتونیم یا نمیتونیم البته ترس شان است که خب ما قدر سالا البته که با عرب جنگیدیم بعد از ازبلا و حماس پیدا شد اما ما در مقابل ازبلا و حماس هیچ پیروزی نداریم و ما میخیزیم می، 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 ما میریم خود در داخل خاک حماس میداریم و با, با حماس جنگ میکنیم و رو نابود میکنیم یک یک در قرن بیسک یک امر ناممکن است در امکان داشت که اسرائیل هم تکنولوژی پیشرفته داشت هم سپورتش مثل کشورهای سیایی و امای سکس اینا بود دیگه عرب های بیچاره که بود بیبست بودن اینا تازه وارد بودن از خود چیز نداشتن نه تکنولوژی از خودشان بود نه سیستم از خودشان بود هیچ چیز از خودشان نبود کل چیز از روی پول می که تیل از, و... از کمیشن تیل می آمد او را هم استفاده شد درست یاد نداشتن عربستان سودی تا هم روز درست نداره اینقدر قدر اینا ای چیز هستن از نگاه از نگاه سیستم نظامی پس رفته بودن اسرائیل در زدن هزوا فکر کرده بود که یک کشور است که دیگه قابل شکست نیست شکست ناپذیر است دیگه امریکا هم از وقتی که امریکا را داشته باشم دیگه کسی زور و نداره البته تا یک دوره ای گپ بود امریکا بعد شوروی کرد به نظیر بود دای. کسی نبود که زور امریکا رو در دا منطقه داشته باشه که به اسرائیل به این اندازه که امروز در خون جگر انداخته زمان پرتش و هم امریکا 20 سال دیگه زیر زبر کرد که اسرائیل پای قرار آرام فلسطینی ها رو میکشتن کرد و سوریه ها اما ایران زور کرد اما زور کرد از ازبلا زور کرد روسیه دوباره سر بلند کرد پوتین آمد جنگ اوکراین در چین در پشت آمد در جزمی اطلاف پیوست آسیا از, از, از اروپا روی گشتان جهان از اروپا و امریکا روی گشتان از نگاه دیپلماتیک امریکا اصلا خود 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 شکست دادن 20 سال اینا که رفتن در هر جای دروغ دروغ دموکراسی گفته که رو نابود کردن دیگه کسی اینا که از اینا متحد نمیشه از این نگاه متحد از خودشان هستن یکی از دیگه متحد ساخته دا اوکراین شکست خوردن دا اوکراین که شکست خوردن یکم امی 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 چی میگم امی آره که امریکا داشت که شکست ناپذیر بودی ختم شد روسیا که پاس آمد امو پاس امو نام روسیا که برام تا حالا پاس قدرت ام تاریخی امو ام سنگ وزن, وزن وزن تاریخی که روسیه می نامش داره از نگاه نظامی دوباره سر بلند کرد اگر نیو شوروی که و رقم سخوت کرد به او رقم بیابگی که یلسن و گرباچوف اینا و او چی رقم بود که ده پارچه دیگه هم بکنندش از روسیه چیز نمونند امروز روسیه تا او پاس دوباره سر بلند کرده که ایران میمونی خب او روسیه از دیگه روسیه قرار میتره خب برازیه که که این چیز همین جنبه سرپر پر غافلگیر غافل کننده ایران بود از زمانی که ایران به وجود اومد هیچ کس باور نمیکرد که ایران زاد دیر بکنه به این که اینا سیستم ساختن و جنگا رو دیر کردن و تحریم بودن اما ایران زور کرد و ایران بدتر از دشمن بسیار سختتر و بدتر به غرب شد نسبت به روسیه و چین چون یکی خوی اسلام گرا ام اسلام است و اسلام هم هزار سال هست با غرب در جنگ است و ای که امی اسلام آورد و اسرائیل هم در دا وجود داشت دیگه بیخی همی, گل از دسته شده بود گفته گفته مردم ما از ایران بود اسرائیل بود اسرائیل دیگه وقتی که وجود داشت ایران میگفت که اینا 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 این حزب الله این حماس این انصار الله این فلانی اینه کتایب بزنین کافر را بکشینیم بگیریم در حال که حال خوب برآمد جنگ های نیابتی در سابق بسیار ساده بود جنگ های نیابتی کلشینکوف بود و پیاده بود سر موترسکل بالا میشد در دا تاکسینا بالا میشد از یک جای به دیگه جای حال گپ جنگ نیابتی کشیده به راکت و اسرائیل یک جغرافی بسیار کوچک است و یک جغرافی کوچک مشکل شمیست که تو وقتی که تو دو طرف یا چهار طرف ماسره باشید یک جغرافی کوچک وقتی که راکت باران میشه مثل است که تو اگر الخه کده باشی و از می دور در کتیر زده بری یاره و, و جایی برفتن نداره جای شما میشه خانش از دیگه خانش که از راکت میزنی از جا بره در خانه نیه زاد زاد تاو در آیه دیگه از جا جای برامده نمیتونه اصلاحی در این تک موقعیت قرار گرفت اگه اینو میخواید که از این موقعیت قرار باید ماسر رو بشکنانه این ماسر که چی رقم بشکنانه اصلاحی قدرت نداره که ماسر رو بشکنانه برای حماس بزنه بره برا سوریه رو نابود بکنه برای لبنان رو نابود بکنه باز امسار الله رو نابود بکنه ایگه پا آل باد عواشت اینا از این سابق همی ای سیاست ایره که در منطقه یا جاری کردن بازدهشون شد اینا بیسا فلسطینی رو یا بیسا مردم به جای کردن کمپا رو بمباران کردن ایریال شرون اومد مردم قتل عام کرد بعد از اون یک عالمه دیگه اومد مردم قتل عام هم کرد همه اون هم که مردم مرده روان است اینا وقتی که تلویزیون میبرن چی رقم گپ میزنن اینو اینا مثل یک گپ میزنن فقط بگی که در مردم مردم, مردم غزن اصلا هیچ آدم حساب نمیکنه میگه نباید باید همیا بخی نابود شه بخی از قتل یعنی نسل کوتی رو عملا گپ میزنن اینی می, این می, ده... می, این می نقطه است ما تمام <تصفح> این جریانات شخصا دنبال میکنم در فکر میکنم من شکست اسرائیل البته ش... پیش خود ایتو همه روزه ما بررسی میکنم و کاملا به نتیجه میرسم که اینا شکست خود از زبان خود گفته میرن یعنی اینا این به شکل دیگه البته ظاهران میگن که مثلا ما ما منحدم میکنیم که کاملا از بین بره فلاج میکنیم اما از ادبیاتش اینطور فهمیده باشه که شکست در ادبیاتشان است خب آل که رقم قمز اینجا ما یک پدیدی رو باید تعریف میکنیم نو در بررسی به صلاح بحران جیوپولیتیکی که دمی نقطه تمرکز کرده چیزی نام ترس اسرائیل یعنی ترس هموز ترس افغانستان و ترسی که در دیگه کشور است از آینده از همسایه ها از سرنوشت با ترس اسرائیل قابل برابرگذاری نیست شباهت نداره حالا ترس اسرائیل دینیمی نقطه هست. چه نوع یک ترس است؟ خوبی ترس ترس حیاتی است ترس شکست است ترس ازی است که اینا نمیفهمن که آینده کجا روان ساله. کسایی که نمیفهمه و پیش بینی نمیدونه و آینده خود خودش نمیفهمه که من یا این واقعا می داشته باشم یا نمی داشته باشم حرفای بسیار احساساتی میزنه یه حرفای رو میزنه که مردمای میزنه که معمولا در شکست می باشه شما کسی که در پیروزی باشه در یک نقطه قدرت باشه در یک موقعیت قدرتمند بودن باشه در تهاجم خود بسیار کانفیدنس داشته باشه و چیز و صحبت زیاد نمیکنه و عمل خدا میکنه پلان خدا میکنه تاریخ شش تعیین میکنه جنگ خدا میکنه آنها مثل اگه روسیه کد جنگ میکنه تو هر روز نمیبینی که پوتین بخزه بگه ما اینجا را بم بتون میزنیم یا اونجا را بم بتون میزنیم یک کشوری که حاکم به نفس خود میباشه باشه و میفهمه که ما می یک قدرتی هستیم و می دشمن خود نابود بکنم او گپای کتا کتا نمیزنه او کار خودم میکنه کار کارش نشان میده که واقعا کشور قدرتمند است اسرائیل هم سابق تو بود آل اسرائیل از خاطر که دیگه او رقم, رقم اعتماد به نفس دیگه به با 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 اینا با وجود نامه دیگه موجود نیست دیگه نمانده چرا به خاطر که اعتماد به نفس از یادم 20 سال پیش ختم شد 20 سال پیش وقتی که از بلا یار در جنگ 33 روزه بخی خراب کرد دیگه اینا اون زمان تا حال دیگه اینا با, با خود به او اعتماده که قبل از او جنگ ها داشتن دیگه ندارن آل بدبختی در چیز که البته بعد از او هم اینا سه جنگ در که هماس جنگ کردن اما از سال 2005 ایچ اس آمد ظهور کرد و بعد از اون قدرت مند شد بسیار قوی شد وقتی قوی شد سه جنگ اینو با اسرائیل کردن و در سه جنگ اسرائیل یا شکست دادن اینا تاریخچه که با حماس خود از این رو شکن است اینا از بس که شکستشان دمی 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 دمی, دمی دمی دمی, دمی, البته در سه ده هاگه بگیم زیاد شده اینی ترس ترس یک شبه نیست این ترس است که از سی سال پیش حالا ایستاده به نقطه به خاطر اعتماد ترس اما با اصطلاح بازی یافته امو ترس تاریخی است بله. ترس تاریخی با سازی شده روان است چیزی که در ادبیات گفتاری از اینا دیده میشه مثلا دوازده سال پیش دولت اسرائیل اعلام کرده که خامنه ای مثلا در پای با سازی امپراتوری هزار ساله است یا ولی بار است که نیگه پزده و این ی چی معنا؟ خب امپراتوری از آساله که اینا میگن ما یک برنامه ساخته بودیم بسیار سابق در باره ازی که چرا می استراتیژی استراتژی ایران وقتی که امروز شما بررسی بکنید فرق بین از استراتژی فیل ایران و استراتژی ساسانیو بسیار کم است فقط در مذهب فرق داره اما پلان امو است امو چون جغرافیا جغرافیا از ایج مذهب تغییر بکنه زبان تغییر بکنه قوم تغییر بکنه جغرافیا جغرافیا از و منافع ملی یا یا منطقه‌ای یک کشور به حساب جغرافیا تای میشه وقتی که ایران عملیات میکنه میگه آذربایجان و ارمنستان باید سکیور باشه که تو ازم کنم تهدید برام احساس نشه به وجود نبه عین کار در زمان سابق میشه تا هزار سال پیش بود جنگ بین رومیا و سلسله ایرانی همیشه بالای سر تخت تا... تاج ارمنستان بود از اون سابق جنگ بین رومیا و عثمانیا و سلسله های ایرانی سر عراق بود از اون هزاران سال پیش جنگ بین امی رومیا و یعنی مسلمان ها و هر کسی که بوده یا با سلسله های ایران در خواهر میانه تا سرحد انتاکیه فلسطین غزه تا یه چیز سوریا و اینا بوده ایران امی, امی, امی چی میگن امی حوزه امنیتیش غرب آسیا هست غرب آسیا که هر چه قدر عزیز بده اما قدر تهدید به بسرادات ایران نزدیک میشه اینا مجبور هستند که عراق به کنترلشان باشه تا اگه اندازه که خود داشته باشه اینا مجبور هستند که سوریه را داشته باشند، لبنان را داشته باشن فلسطین را داشته باشن خود یمن و اینا را داشته باشن شما وقتی که فکر میکنید میگه میکن. یک کسی میگه که یمن با ایران چی داده گرفتاره گرفت خب یمن جزء از خاک ساسانیا بود چند هزار سال پیش امروز چی ایران چی است چیز حزب است فلانی شیعه عراق شیعه اینا شیعه او زمان به حساب سلسله های قدرت ابر قدرتی بود پا دوران پا با دوران پادشاهی حالا به حساب مذهب است به حساب افکار است. از اون به مو, با مو چیز حساب میشه از دیگه از همین مذهب بانی است که اینو بتونه که موتور موتور استراتژی است مذهب موتور استراتژی واقعا گپ دیگه بود حالا مذهب است وسیله است خب ایران وقتی که قدرت به وجود میره ایران یک کشور قدرتمند است یک کشور قدرتمند که تاریخی است و کشور است که یک تاریخچه جنگ با, با افکار غربی را داره البته شما بگوین که خب اینا با... سال در تاریخ 700 سال با امپراتوری روم جنگیدن خب 700 سال با امپراتوری روم جنگیده اما قبل از او هم از دوران اسکندر اگر شما بگیرید اما خامنچی ها را شروع بکنید بین ایران و غرب همی افکار ایرانی و افکار غربی همیشه جنگ بوده افکار همی به البته روسیه و چین و اینا رو وقتی مال صحبت میکنیم که غرب در جنگ یا پسان زور کردن افکار که امی فهمه که ایرانی ها و غربی ها از, از هم دیگر دارن بسیار قدمی تر است از همین خاطر است که وقتی که اینا میگن خامنه ای امو استراتیجی هزار سال پیش میگری بخاطر اید که دایی ای کنم گپ متعجب کننده نیست ایران امو جغرافی است امو مردم است امو جغرافی غرب آسیا هنوز هم ام امی جغرافی است و خود فقط از این نیاز نداره اگه خامنه ای نه بخی یک یک ایرانی و هم می بودن همین یه چیز می بود به خاطر منافع ملی شون غرب آسیا باید یه چیز شون می بود حوزه امنیتی می بود یک اسرائیل دیگه میزنه خب اسرائیل اگه قدر هوشیار است اگه منافع خود در امنیتی خود در مسئله امنیت منطقه می دینه می بینه 75 سال تو چرا فلسطینی رو قتل عام داری تو کدام در کدام تاریخ تو شنیدی تو بیچ میلیون نفر از یک خانیش بکشی در جایش تو بشینی اتکانتی دا دیدن شما در اینوی... که تمامی شده تمامی متخصصین تمامی اندیش های اینا و تمامی کسایی که پجوهش میکنند دمی رابطه وقتی که مصاحبه میکنه ای عوامل کاملا پوشیده می نگه میداره فقط میگه کشور ما معلوم نیست که این چطور یک بار یک کشور مثلا مثل قارچ یا سمارا از زمین بلند شده و در نفی دیگرها وابسته <applause> حال اینا متوجه شدن که در یک زمینه اشتباه یک کشور اشتباه مثلا قائم شده این میره در درون خود میفهمن ما تمام گپایشان را وقت دنبال میکنیم این را می فامن. اما رای چاره چی ساله؟ خب رای چاره حالی است که قبول بکنه که ما اشتباهات کردیم در قدیم در و پنج سال ما نفر کشتیم ایران هم قبول بکنه پس بگوید که اینال ما قبول داریم که امی, امی ملال متحد دو کشور میگه یک کشور میگه دموکراسی میگه ما ایره قبول میکنیم خاطر چی؟ ایره ما بخاطر میگیم که اگر رای احل ازیا فقط تامی اندازه است که یا زنده ازیا برای یا زنده بانن و حیث یک کشور به حیث ایک... یهودی دیگه در این دی منطقه اینا آیات کدا نمیتونه این سیستم باید از بین بره و این سیستم اگر میخواین وقت از بین میره که سیستم در جنگ شکست بخوره ایدیف ارتش اسرائیل نابود شود موساد شکست بخوره کودت های سیاسی رخ بده در اسرائیل بعد ده. از اگر شکست هم یعنی... نخوره من اگر اینا باشه تا جاش اردوش هم باشه موساد اگر شکست هم نخوره به شیوی گذاشته دیگه اینا حاکمیت کردن نمیتونن این میگه ما ما اشاره ما به مترس نو اسرائیلی است شما ببینید تا کی با موساد شما زندگی میکنید با همیشه همیشه بکشه این طرف مقابل تا شما شبتان به صبح برسه این کار شده این ناممکن است نه یه امکان نداره اینا در جغرافی زندگی میکنن چهار طرف عرب و مسلمان است و اینا نمیتونن که اینا رو نابود بکنن خب اگه اینا در خواب خیال هستن که نه ما میتونیم یار نابود بکنیم و مطلق یهودی همینجا قایم شد و وقتی که فلسطین نمون ما بریم سعی کنیم که لبنان هم یهود بسازیم نه یهود دوران نیست که تو بخیزی کالونی بسازی مردم هم. و دوران ها تیر شد و هم کدی بزور افتاد پنج سال قدرت امریکا و ضعف عرب و مسلمان بود چون عرب از کلونیزم خلاص شده بود یک مسلمان از کلونیزم برآمده بود وزارت وضعیت بسیار داشت جهان اسلام بخید اگه بخامد بود بعد از بود. تازه در برآمدن بود که القایده و طالب و بلاوته را سرش آوردی اما ایران در بین از ظهور کرد برقم که نال بخید درد سر شد به اسرائیل اسرائیل به شکل نمیتونه اینجا زنده باعث یک کشور نمیتونه خب کشور اسرائیل امو ارتش هم موساد است دیگه چیز نیست اینکه نباشه اسرائیل وجود نداره مشکل یکی است که اگر ما بخوایم که با می سیستم یک باشه اگر رایل باشه رایل وجود نداره حماس و موساد شما جور آوردن نمیتونیم حزب الله موساد نمیتونه در خانه زندگی بکنه هیچ امکان نداره یکش باید نابود شه تا دیگه جایش بگیره این تو یک ای خطر است یک رای وجود داره که از باز، از جنب خب اینال یک مشکل دیگه هم است ای خوال خود جنگ فلسطین و گپا اسرائیل و گپا وجود داره ما به فرض هم بکنیم اسرائیل اگه نابود شود گروه حماس که یک خوند مطلق است ها یهود خود قبول میکنه ها یک دموکراسی را قبول میکنه به هیچ وجه اینو راست راست های افراطی این طرف هم است راست های تل اویو است خب میگه همی که همی سرمایه گذاری اول دهی شده که هر دو طرف رادیکال بسازن به نفع خود امریکا اسرائیل رادیکال ساخت به نفع خود ایران نیاز به رادیکالز اسلامی شیعه یا سونی داشتن مقابله رادیکالز می یهود دیگه رقم نمیشد کرد اینو مقابله کرد یاسر عرفات بساک کوشش کرد از نگاه سیاسی دیپلماتیک نتیجه ناداد اما همون سم میبینین که بلا هم مؤثر تمام میشه چرا وقتی رادیکال رادیکال میزنه اما مشکلی است که از یک رادیکال دیگهش رادیکال میزنه باز از یک رادیکال که سر دور پری شد برنده شد باز رادیکال دیگه نابود میکنه بعد بعد وقتی راهی نیست رادیکالز هم اینت یک مشکل داره این یک جنگ بسیار دراز مدت بین یهود و حماس و فلسطین و حزب الله و اینا خواهد بود بسیار در مدت تا زمانی که در دو طرف یک اصلاحات به وجود به اصلاحات از این نگاه که اسرائیل اول نرم شد از این رقم وضعیت که رادیکال که داره که خودش در شکست هم هست هنوز هم گپای کتا کتا میزن نتانیاهو هم رئیس ارتش هم سخنگوه هایش هم معلوم نیست که چی میگن چی میخواین چی تو یک همین صبح میگه سعی میکنی میگه باشه اگه استیتمنت داده شاید چیزی گفته باشن مهم اسرائیل خود چیز احمقانه نمیگه قصالاق نگفته بود یعنی فهمی میبینی یک کف میزنن مثل زلنسکی واره که زلنسکی خواسته شد از گپای خود اعلام کرد حالا رفته قرار دادم شش تا پیسه میتاله خلاص این دیگه به خی دیگه تا گپ میزنه که فقط بگه که نه امروز گفت سوار رفته که چیز به فلسطین وجود نداره مگر میبینی که مدرا می پس میبره تانکاش مردهش میمونه نفرش مردهش میمونه چند تا زخمی خودش میبره باز میام ای ما یک چند تا تروریست کشته ما نیست درستای های کشتی واقعا کشتی یا چند تا مردم بیچاره کشتی پس برامدی خب حالا یک چیز دیگه هم شده که دنیای آزاد میگن فشار و محدودیت ها رو بالای شبکه های خبر رسانی اعمال کرده همین بله. این تازه ای سانسور اسرائیل ناتو در کل غرب خب آله چرا این کار کردن خب آله اینا خود بسیار یک یک قهرمان آزادی جهان و آزاد و دموکراسی او ما میخوایم در جهان و جهان دموکراسی به آزادی به کنه مردم خود داشته باشه همین بیرق گرفته رفتن لیبیا و افغانستان و عراق یارو برباد کردن مردم خودشان در مکدونالد خو کرد که از پرسان نمیکرد که کشورشان در کجا چی جنایات در انجام میدن اما حالا چون اقتصادشان هم ده و خامت هست از خاطر جنگ اوکراین از خاطر موضع شرق و غرب حالا ایسا مردمشان درک کرده که وضعیت ما چرا بچه حالا ایسا و خبر میخوانند که باش ببینیم گبده کجاست حالا که خبر به نقص خودشان شده حالا خبر تانسور میکنه با سطح که حالا به خودشان نبه عین حساب خوبی خبر بود حالا ممکن نیست با دلیل که هر, هر کس یک تلفون در دست شد و وصل است به شبکه جهانی خب میدیا دو سال زیر حاکمیت غرب بود چون در موجه شده بود اما در قرن بسید کل کشور ها میدیا داره ایران میدیا داره روسیه میدیا داره چین میدیا داره این میدیا داره و چند زبان هم دارن ام بزبان زبان خود هم با زبان فارسی هم بزبان زبان انگلیسی هم به زبان اسپانیایی هر زمانی که بگی حالا میدیا از به خود سوشال میدیام از مردم که دیگه دیگه گپ میزنه که چی گپ است زمان کسی نمیفهمی فلسطین چه خبره تا البته از قتل هم مردم فلسطین همیشه مردم خبر دارم. می 75 سال چقدر هم به قدر به این شدت که حالا ده تلویزیون هم شما میبینید کشتکا چی رقم از زیر آوار میکشن دو زمانا که چیز تلفن های کمره و این چیزها قدر دسترس نبود که یک جای یا بم بزنن زود که مردم ویدیو بگیره بعد اینترنت پرت اما حالا که میبینین که میپرتن وحشت که میبینی ایران میمونی که یهود چی حالا انداخت حالا که این رقم داره ده 75 سال یو چی چی کارا کردین اگه در دوران ایران شرون که رفته بود لبنان قتل عام کرده بود تلفن و گپا می بود دو زمان که یا ویدیو میگرفتن میبینی که چی حال بوده دو وقت ها قدر دسترسی نبود اما حالا هر چیز است هر چیز حالا از نگاه میدیوم یا شکست خوردن در رسانه یا پس عقب ماندن در جنگ هم نیا قبل ماندن در استراتژی هم یا پاس میکنه ماندن کنه شده این یا پیش گرفتن مطلق کنه شده یک پاد دیگه نمیچله یا نیابت همین گیم نیابتی رو یا شروع کردن ایران قهرمان شد از یا کردن گروه نیابتی ایران قوی تر شد یا دایش هم دایشه شکزان عمل قاعده وجود نداره هم دیگه دیگه معلوم نیست در خاور میانه دیگه از یا کی مونده جز مال نصر و القاعده که کنه شده وارا مگرنگ روسیه رو بمباران میکنه مردایشان میفته باز امریکا میره وارا میگه جام کنه بره مردایتون سو کنه دیگه این که یا پیش گرفته نی یک شکست است اسرائیل از می سابق سابق خب اگر کشوری که میخواد تاسیس شه می خب اگر بخیم ما فکر هم بکنیم بگیم که خب اسرائیل هزار سال پیش وجود داشت اینا اومدن سرمایه کردن میخوان بگیرن از اروپا مجر قتل دلیل شد نه که هزاران سال پیش وجود داشت هزاران سال پیش بسیار چیزا بود نه. اگر هزاران سال پیش به پیش از اینکه هزار سال پیش ترکیه هم وجود نداشت هزار سال پیش وجود بیزانس بود یونانیا بودن اونا اومدن قتل عام کردن مردم رو گرفتن زبانشون تغییر کرد فرهنگشون تغییر کرد حالا ترکیه وجود داره اما یونانی نمی خزه به بوی که ما میره پاس ان قرار می گیرم قسطنطنیه را می پس پاس هم به زانس تاسیس میکنه بخاطر که امکان نداره روز کل مردم ترک اساله اما دایره خو یو یک قدر که به ناس میلیون یهودا بیارن ده فلسطین اما یو که اش یهودا آوردن که یک یک وقتی که یک سیستم به وجود میری اون سیستم بو یک یک به وجود نمی خو 8 میلیون ماست یک 20 میلیون نیاست بجای اینکه ما که از جنگ بکنیم یک سیستم رو به وجود بریم که هم اینا زندگی بکنن هم یهودا دایره سیف باشه یا بنا سیف شدن نامدن از هتلر گریخ به نیجا آمدن خودشان دارن بله این در نه در چارچوب یک گارنیزیون آمدن نه یک بله. مثلا یک دولت ملت یعنی یک دولت ملت یک بله دولت ملت گارنیزیون است تا عمل میکنن خب برای در پایان صحبت به نظر ما, ما تغییراتی که رونما شده آله که این فجار جنگ دمی دفتن زد اسرائیل به عنوان بخشی از گوشه از تحولات جهانی در سطح روابط بین الملل که شروع شده از افغانستان خطا تمرکز کرد در اوکراین و قدرت های نوزور آسیایی وارد جریان شدن اینمی می تغییراتی که آل را کچ کرده به طرف اسرائیل اینمی چشم رادیکالا را بینا نمیکنه بینا نکرده کورتر کرده یعنی باعث یک باسازی دیدگاه یا باسازی ذهنی یا اصلاحات نمیشه وقتی که نمیشه پس به حساب اونمو یا عمول بتر سنالی قدم بعدی و چی ترتیب خواهد بود خب یک بدبختی دیگه که در دا وجود داره ایست که رادیکال شدن فلسطین و اسرائیل جهان اسلام در, در گوشه کنار جهان رادیکال میسازه ما میفهمیم که بیش از دو میلیون سه میلیون مسلمان در فرانسه است در اروپا خو بیخی زیاد است در گوشه کنار اروپا در امریکا هم مسلمان زیاد است در کشورهای غیر مسلمان زیاد است وقتی که این جنگ در میگیره و این جنگ به رادیکالزم میشه رادیکال یهودی در مقابل رادیکال اسلامی این جنگ سرایت میکنه به گوشه, گوشه کنار جهان مسلمان ها در گوشه کنار جهان ای رادیکال می یک نوع جهاد است جنگ جهاد است در مقابل فلسطینی ها بخاطر بیت المقدس در مقابل یهودی ها خاطر بیت المقدس اما البته ما خبر داریم که تا چند روز در امریکا یک گشتگاه که فلسطینی رو کشتن در انگلیس فلسطینی ها که تظاهرات میکردن بسیار نفر نفرای زاد رفته بود مسلمان ها تظاهرات کرده بودن انگلیس ها رفتن چند نفر رو دزگیر کردن بندی کردن باز یهودا رفتن سر یک چند تا از 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 مسلمان ها در آلمان حمله کردن باز بدلش مسلمان ها رفتن سر یهودا حمله کردن مردم زخمی ساختن این تو وضعیت هم روان است جنگ هر چقدر دوام بکنه اروپا وضعیتش وخیم میشه بساب سخت و میشه و من فکر میکنم یکی از اهداف در گرفتن ای هم بوده مسلمان های اروپا را در مقابل از اینا رادیکال بسازن تا از درونی زیر فشار بین و از یک طریق فشار سر ایران و روسیه و چین و اینا در مناطق کم بکنن و امریکای ها که وقتی که از میوار شرارت گپ میزنن که شامل روسیه و ایران اشارهشان به می نقشه جنگ است که اونا تطبیق کردند سر اسرائیل رادیکالیزم اسلام چیزی است که در قرنهای سابق از بین رفته بود البته خم شده بود این رادیکالیزم خود آمریکا با وجود آورد به خاطر نفقات که به افغانستان و عراق اینا کشورها را بدگری بکنه خب این ای 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 رادیکالیزم ای. پیش از او در خاورمیانه میانه بعد از حتی پیش از جنگ دوم جهانی شروع شده بود در جهان عرب به خب با او دوران دید بله دوران خاموش بود به این شکل نبود آه او رقم بود رادیکالیسم اسلامی به حساب نشنالیسم پیش رفته بود به خاطر اینکه اینا میخواستن که ای چیز آزادی برپا بکنن بعد با ما کد اسلام گرد میکردن باز جهاد که اعلان میکردن جهاد هم به اسلام بود هم به ملی گرایی بود اون دل جزایر که شد نه اون دل جزایر هم بود خود اخوان اخوان المسلمین مصر اخوان المسلمین اخوان، هم بود بله اما رادیکالیسم به این شکل که جهانی شد که رادیکالیسم جهانی شد این بود که اینا کشورهای اسلامی را زیر و زبر کردن و کشورهای اسلامی را زیر زبر کردن باز اتفاقا از این کشورهای اسلامی زیر زبر شده دشمنای خود گرفتن مردم بردن ریفیوجی بردن و کشورهای خود بردن در خانه خود آل چند نسل شدن و او چند نسل هم مسلمان است آل او میبینه که اسرائیل و فلسطین چی حال است او میفهمه که در 75 سال چه فلسطینی میموره او میفهمه که جنگ جنگ مذهبی است علی جه مسلمان میموره علی جهاد اعلان شد جهاد اعلان میشه خود مسلمان بیزه که هم میخزه بزده یهود جنگ میکنه دیگه کدام،, کدام 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 تیوری زاد ضرورت نیست خود قرآن قرآن کاتورا بخونین کافیس اما رادیکالزم در این منطقه حال تازه شروع شده یهود از این رادیکالیسم جان به در نمیبره و یه قدر میلیون نفر یک دوجز من فکر میکنم زاد از اون مجبور به کوچ میشه تا بسیار دمی دمی آینده های نزدیک آیسته است به خاطر که جنگ شدت پیدا کرد و راکت باران شدت شد دیگه کسی نمیتونه اسرائیل گیر بکنه و مجبور میشن که تیارا را بگیرن و بخیزن برن پاس اروپا و برن امریکا و اسرائیل فقط یک مرکز جنگ شد بین موساد و حماس و سیاهی و سپاه قدس و بلاوتر که از فیلن جنگ های جهانی که روان است رادیکالزم در این ای منطقه بسیار ریشه کلام گرفت من فکر میکنم تا پینجا شهست سال دیگه فقط جنگ رادیکالزم در جهان خاطر یعنی که این طرح تاسیس دو کشور موازی در کنار هم این عملی نیست بعد از این پیش از این امکان داشت اگر یک کم نرم پیش اسرائیل میکرد که اون که البته رادیکال نبودن جرامت میکرد گروه های غیر رادیکال فلسطینی میتونست که اگر رای هل تال به وجود میامد که به با اندازه بازش با بد نمیشد اما یا چون خودشان رای رادیکال پیش گرفتن باور می داشتن که دیگه زور از یار کسی نداره اینا مثل خودشان یک کسی به وجود آمد هماس هماس به وجود آمد رادیکال است خوب پخته ایران هم است کتایبام است حزب الله است جهاد هم است رادیکال است اینی بدبختی ها در یک نقطه رسیده که در رادیکال نمیتونه که دیگه دیگه جرمه این امکان نداره رادیکال که رادیکال هیچ وقت جرمه رادیکال فقط وقت جرمه که از بین رادیکال سا طلب ها بلند که رادیکال از کم بکنه بازی های بهت بیشنن یک سیستم جرمه اما مشکل دیگه چی هست او کار وقت میتونه که رادیکال ها البته کم مستقل باشن اما این رادیکال مستقل نیست. اما اس وابسته به گروه دیگه است اسرائیل وابسته به گروه دیگه است و گروهی ای که ایران کنترل میکنه یا اجازه نمیده تکامل بکنه اما جنگ جهانی جنگ بلافاصله است <متحد> جنگ به نفر جنگ به خاطر زدن غرب در منطقه است و باید جنگ تا آخرین نفر پیش بره 75 سال تلفات دادی 75 سال دیگه تلفات بود تا که بخی امریکایی ها رو بکشی باز وقت یک فلسطین متاسیس میکنی اینه اما طرح ام اول یعنی کشیدن غرب از آسیا بله این دیگه ای گپای ناک میزنن وقتی که پوتین هم میگه که ما دو کشتر دو, 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 دو کشور همه از این درون در خود میفهمند که دیگه امکان نداره این ای ده دو, دو, دو کشور در سال تا. مصر که شکست خورد دیگه ختم شد بعد از حزب که اومد دیگه طرح دو کشور نیست حزب الله و حماس به این نام که طرح فلسطینی ایجاد کنه و اومد که اسرائیل نابود کنه باز فلسطینی وجود در سر قبرستان فلسطینی ایجاد کنه بسیار خوب با تشکر از شما از توضیحاتی که در رابطه ارائه شد از امروی بیننده های عزیز و گرامی در جای که تشکر میکنیم تا این لحظه مسائل دنبال کردین این مسائل مسائل تاریخی پژوهشی و به مسائل چی بگویم اتو عمقی است که بیشتر در رسانه ها از این اغماز می و نظر و اغراض چندگانه که وجود داری مسائل مطرح نمی شود ما علاقه داریم که همیشه مسائل از درون شرح بدیم تا ذهنیت ها چون ما شما عالی هم جز امید جنگ جهانی هستیم به خاطر ما فکر میکنم که یک کمکی بکنه در ایجاد یک تصویر کلی در مورد وقایعی که در جریان است و وقایعی که خواهد آمد تا برنامه بعد تشکر خداحافظ